سلام مجدد خدمت دانش آموزان گلم. سلام 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 سلام، وقتتون بخیر باشه. قربون شما برم من محدثه عزیزم، سایر بچه ها. بله بله، خیلی ممنون از لطف شما. بریم سراغ سوال 15 و پایان همایش، یعنی جلسه پایان همایش ما با بله مبحث هندسه در مثلث قائم الزاویه به طول سوال کنکور بوده بچه ها. سوال کنکور بوده، بله طاهره جان. در مثلث قائم الزاویه به طول ضلع‌های 3 و 7 واحد، 3 و 7 واحد، طول نیم ساز. ببینید بچه ها، طول چه پاره خطی؟ نیم ساز. نیم ساز چی؟ داخلی. زاویه قائمه. ببینید بچه ها، این نیم سازه. ببینید بچه ها، نیم ساز یعنی زاویه را نیم می کند. یعنی خب اینجا ابزار نداری، چشمی باید بکشیم، زاویه را نیم می کنه. یکی از ویژگی های نیم ساز اینه اگر نقطه‌ای روی نیم ساز در نظر گرفته بشه، سال نهم هم داشتید، فاصله این نقطه از دو ضلع، فاصله این نقطه از دو ضلع زاویه یکسانه، این فاصله با این فاصله برابره. بچه ها، پس نیم ساز زاویه را نیم می کند. نقاط رو نیم ساز فاصله شون از دو ضلع زاویه برابره. اون خیلی بدیهیه، سالهای خیلی قبل‌تر هم داشتیم، من پاک میکنم. بیایم اینجا، این مثلث قائم الزاویه. حواست به من هست یا نه؟ سال کنکور رشته تجربی بوده و پرتکرارم بوده، پرتکرار. حواست به من باشه. یکی از اضلاع قائم 3 و دیگری 5. 3 و 7، آره 3 و 7، اینم نیم سازه. الان مطلوب اندازه عادیه. طول نیم ساز از من میخواد، طول نیم ساز، طول نیم ساز. بچه ها، اگر از این نقطه، از نقطه دی موازی قاعده رسم کنید، موازی قاعده رسم کنید، خب یه مقدار فکر کنید، یه کوچولو فکر کنید، میتونیم بگیم این فاصله با این فاصله برابره. یعنی چی آقای فتحی؟ نقطه ای رو نیم ساز فاصلش از دو ضلع زاویه برابره. یعنی اگر این ایکس باشه، اینم ایکسه. بله اینم ایکسه. پس اینم ایکسه. بله آقا اینم ایکسه. کل این ضلع 3 بود، پس تو میشی 3 منهای ایکس. پس بچه ها، این ضلع میشه 3 منهای ایکس، کلش 3 بود. از اینجا تا اینجا کلن برابر 3 بود. آفرین آفرین بچه ها، آفرین. خب حالا بریم یه تالس، چون بحث قاعده است، بریم یه تالس جزء به کلو بزنیم. 3 منهای ایکس توی این مثلث، 3 منهای ایکس به 3، چون بحث قاعده است، جزء به کل مساویه. ایکس به چی بچه ها؟ 7. پس یه تالس جزء به کل رفتیم، 3 منهای ایکس به 3، ایکس به 7. یه طرف وسط این کنیم، 7 3 تا 21 منهای 7 ایکس مساویه 3 ایکس. از اینجا 10 ایکس مساویه 21، از اینجا ایکس میشه 21 دهم یا 2 و 1 دهم. ایکس شد 2 و 1 دهم. آقای فتحی جانم، من اندازه عادی رو میخوام، این 2 و 1 دهم شد. خب آقای فتحی، این 2 و 1 دهمه، اینم 2 و 1 دهمه، همه این مربع دیگه، ایکس ایکس زاویه قائمه. در مربع طول قطر چگونه به دست میاد؟ فیثاغورس. در مربع این آ باشه، این آ باشه، این میشه رادیکال 2 برابر آ. در مربع از طریق فیثاغورس میشه رادیکال 2 برابر آ.
پس اندازه قطر عادی، اندازه قطر عادی این قطر میشه چی بچه ها؟ اندازه قطر عادی مساوی رادیکال دو برابر دو و یک دهم. دو و یک دهم، دو و یک دهم رادیکال دو برابر دو و یک دهم. بله سوال کنکور بوده طاهره. گزینه چهار سوال کنکورش تجربی. بعدش بچه ها، پس اندازه نیم ساز میشه دو و یک دهم ضرب در رادیکال دو. مثل مربعی که اندازه قطرش رو میخواهید وقتی که طول ضلعش رو دارید آ آ، اینا میشه فیثاغورس رادیکال دو آ. بد نیست، بد نیست دانش آموز، چون تکرار زیادی شده این سوال، بد نیست دانش آموز این نکته رو بلد باشه. بد نیست بلد باشه، نمیگم الزامن، بد نیست بلد باشه. اگر در یک مثلث قائم الزاویه به اندازه اضلاع قائم آ و بی، اگر در یک مثلث قائم الزاویه به اندازه اضلاع آ و بی، قائم آ و بی، نیم ساز را رسم کنیم، عادی نیم سازه، عادی نیم سازه. این نکته رو اگر بدونید بد نیست. طول نیم ساز، طول نیم ساز، بچه ها خوب گوش کنید، طول نیم ساز میشه آ ضرب در ب بروی آ به علاوه ب. آ ضرب در ب، آ به علاوه ب، چیزی شبیه همون چیزی که تو زوزنقه گفتیم بود، فقط ضرب در رادیکال دو کنید. چرا رادیکال دو؟ به خاطر همین داستانه، داستانه چی بچه ها؟ قضیه فیثاغورس. فقط به دلیل این قضیه فیثاغورس ضرب در رادیکال دو میکنید. از بچه ها نگاه کنید، آ ضرب در ب بروی آ به علاوه ب ضرب در رادیکال دو. الان نگاه کنید این نکته رو، اضلاع 3 و 7 نگاه کنید، 3 و 7 طول نیم ساز، طول نیم ساز عادی مساوی نگاه کنید 3 7 21، 3 به علاوه 7 10 ضرب در رادیکال دو. این رادیکال دو به خاطر فیثاغورسه، میشه 2 و 1 دهم ضرب در رادیکال دو. 2 و 1 دهم ضرب در رادیکال دو. آ ضرب در ب، آ به علاوه ب، آ ضرب در ب، آ به علاوه ب، آ ضرب در ب اون با. این به خاطر رادیکال دو، به خاطر فیثاغورس. ببینید ما اومدیم چیکار کردیم بچه ها؟ خوب دقت کنید، نیم ساز یک بار دیگه از اول من اینو بگم، یه توضیح مختصری بگم بعدش برای بعضی از بچه‌ای که متوجه نشدن. نگاه کنید بچه ها، نیم ساز، یه بار قشنگ گوش کنید، نیم ساز، نیم ساز زاویه رو نیم میکنه، فاصله یه نقطه روی نیم ساز از دو ضلع قائم یکیه، یعنی این فاصله x باشه این فاصله هم xه. ضلع قائم گفته 7 و 3، پس این 7 خودش گفته، من که نگفتم 3 و 7، اینم چیه بچه ها؟ 3. این x، اینم x، کل این 3 بود دیگه، کل این 3 بود، پس میشه 3 منهای x، چون کل این برابر 3 بود، کل این برابر 3 بود. حالا اومدید چی نوشتید عزیز من؟ تالس جز به کل، 3 منهای x جز به کل 3، 3 منهای x به 3، x به 7 جز به کل، قاعده ها x به 7. خب از اینجا x رو به دست آوردیم، بعدش هم با توجه به این که این شکل مربعه و تو قطر مربع رو میخوایی، من تونستم در اینجا یه رابطه فیثاغورس بنویسم. از طریق رابطه فیثاغورس x x این میشه رادیکال دو برابر x، x که به دست اومد دو و یک دهم، پس اندازه قطر میشه رادیکال دو برابر دو و یک دهم. فکر کنم قشنگ یاد گرفتید، فقط باید تمرین کنید. بچه بریم سراغ سال بعدیمون، سال 16. سخت، خیلی چالشی سال، بسیار چالشی، کنکور سراسری بوده، بسیار سخت. در مثلث قائم الزاویه خوب گوش کنید، من میخوام تا آخر برم، سال 16 میخوام تا آخر برم. در مثلث قائم الزاویه ABC زاویه قائم 90 و اندازه اضلاع قائم 3 و 4، خوب گوش کنید، اندازه اضلاع قائم 3 و 4، 3 و 4، یک بار ارتفاع وارد بر وتر رسم شده، یک بار ارتفاع وارد بر وتر رسم شده، خوب گوش کنید بچه ها،
یک بار ارتفاع وارد بر وتر، یه بارم نیمساز. تا دلت بخواد، این سبک سوالا تکرار شده در کنکور، بسیار پرتکراره. یه بار نیمساز رو رسم کردیم، یه بار ارتفاع وارد بر وتر. از من چی میخواد؟ اندازه دیهاشو میخواد، اندازه دیهاش، یعنی این پاره خط رو میخواد، این پاره خط، این پاره خط رو من ایکس میگیرم. خیلی سوال سخته، ایکس رو میخواد. خوب گوش کنید من چطور حل میکنم. سوال شماره 16 دقت کنید. آفرین امیررضا، آفرین. نگاه کنید، با یک لم ابتدایی من آهاشو به دست میارم. اولا مثلث اعداد فیثاغورس درش جاریه، 3 4 5. این که خیلی واضحه، با فیثاغورس وتر بی سی نوشته میشه. فیلمو دو سه بار نگاه کنید، دقیقاً متنهایی که من میگم رو دو سه بار گوش کنید. 3 4 5. خب به روش سوم چهارم ابتدایی آهاشو به دست میارم. چطور آقا؟ با دو تا عینک مساحت مثلث رو به دست میارم. ارتفاع ضرب در قاعده تقسیم بر 2، این یه عینک. ارتفاع ضرب در قاعده تقسیم بر 2، یه عینک دیگه. ارتفاع ضرب در قاعده تقسیم بر 2، این با دو عینک. ارتفاع ضرب در قاعده تقسیم بر 2، یه بار این ارتفاع در این قاعده. دو آ رو حذف کنید، آهاش به دست میاد. 3 4 تا 12 5. اعداد رو نگاه کن، آهاش 12 5. موند اندازه میانه، خیلی حرفی، میانه آم. بچه میانه آم، نکته تستی بهتون گفتم، ببخشید عادی اصخایی میکنم، میانه عادی بهت نکته تستی گفتم. نکته تستی میانه چی بود؟ یادم نرفته، ببینم اینجا کجا بود. آها، نکته تستی آب علاوه بی ضرب در رادیکال 2 آبی. حالا اگر کسی این نکته رو ندونه، باید فرایند حل محاسبه عادی، یعنی اون مثلث متشابه و حساب کنه که عادی به دست بیاد. ببین چقدر لایه است این سوال. خودش گفته نیمساز دیگه، عادی گفته نیمساز، عادی نیمساز. عادی میشه آب علاوه بی ضرب در رادیکال 2. خب 3 و 4 هم اندازه زلهاش، 3 4 تا 12 تا، 3 علاوه 4 7 ضرب در رادیکال 2. چه اعدادی این، چیه؟ 12/7 رادیکال 2. اندازه نیمساز این مثلثم، نیمساز میشه 12/7 رادیکال 2. ارتفاع به دست اومد به روش ابتدایی، ارتفاع در قاعده تقسیم بر 2، ارتفاع در قاعده تقسیم بر 2، به روش ابتدایی ارتفاع رو به دست آوردم. این به روش ابتدایی به دست اومد، این ارتفاع. میانم به روش سوال قبلی به دست اومد. حالا تو چی میخوای؟ تو ایکس رو میخوای، ایکس هم از طریق فیثاغورس، ایکس هم از طریق فیثاغورس. نگاه کن، فیثاغورس می‌نویسم. ایکس به توان 2، ایکس رو میخواد دیگه، فاصله هاش تا دی، ایکس به توان 2. خیلی سخته، ایکس به توان 2 علاوه 12/5 به توان 2 مساویه وتر عادی به توان 2. بچه اینو به توان 2 برسون، 144 49 ضرب در 2، 144 49. من الان نمیگم خودتون حل کنید ایکس رو دیگه، خودتون برید حلش کنید، نه من به دست میارم براتون، سر کنکوره. نگاه کن من چطور به دست میارم. نگاه کنید محاسبات رو، نگاه کنید. ایکس 2 مساویه 2 ضرب در 144/49 منهای 144/49، 144/25 این رفت اون بر. خب ببینید، از 144 فاکتور بگیرید، از 144 این میشه 2/49. از 144 فاکتور بگیریم میشه 1/25. اینجا یه مخرج مشترک بگیرید، 50 منهای 49. چقدر از این اعداد خوشم میاد، 49 ضرب در 25
50 منه 49 میشه 1. پس x به توان 2 میشه 144. آخه این شد 1 144 به روی چی؟ 49 ضرب در 25. x میشه همشون هم مربع کامل هست. 144 جزش میشه 12. این میشه 7 اینم میشه 5. میشه 12 35. پس x میشه 12 35. سوالو دیدید؟ سوالو دیدید چقدر سوال خفن؟ خیلی سوال حرفه‌ای. اندازه دی هاشو میخواد. خیلی سوال نکته تستی بعد بلد باشین. عادی اگر من بلد نبودم بعد میرفتن یه فرایندی تازه عادی نیم سازه رو به دست میآوردن. آخرش هم که دیدید محاسباتش کولاکه. نترسیدیم. یکن فاکتور گیری. نرفتم دو رو ضرب در 144 کنم. 288 برای چی؟ تا میتونید این کارا رو انجام ندید. چون با یه فاکتور گیری اتفاقی خیلی قشنگی میفته. خود بچه ها 184 تا سوال برات حل کردم. من یادمه تو این هفته همایشی که داشتم همه رو به آخر رسوندم. همه رو به آخر رسوندم. نگفتم خودتون حل کنید دیگه. چرا؟ چون می‌خواستم این نوع تکنیک‌های حل هم شما یاد بگیرید. همه رو به آخر رسوندم. میگه خودتون حل کنید. نه. سال 17 سال کنکور بوده. بچه‌ها یکی از نکات بسیار مهم در مثلث قائم الزاویه اینه. یکی از نکات بسیار مهم. من اینا رو دارم اینجا میگم خیلی مهمه. یکی از نکات بسیار مهم و کلیدی در مثلث قائم الزاویه. که تا دلت بخواد در کنکور اومده. یکی از نکات بسیار برجسته کلیدی در مثلث قائم الزاویه. در هر مثلث قائم الزاویه در هر مثلث قائم الزاویه اگر ارتفاع وارد بر وتر، این وتر بی سی، ارتفاع وارد بر وتر رسم بشه، خود مثلث قائم الزاویه است. ارتفاع وارد بر وتر، آهاش، ارتفاع وارد بر وتر. تصویر اوکی هستش بچه ها؟ مرسی. در هر مثلث قائم الزاویه، مثلث قائم الزاویه اگر ارتفاع وارد بر وتر رسم بشه، این روابط طولی پرتکرار از زمان کنکور ما تا الان 30 سال اینا داره تکرار میشه. این روابط طولی آهاش به توان دو ارتفاع به توان دو مساویه ضرب بی های ضرب در سی هاش. ارتفاع افتاد کجا؟ افتاد رو وتر. وتر رو دو قسمتش کرد، این یه قسمت این یه قسمت. هرگاه ارتفاع وارد بر وتر رو رسم کنیم، ارتفاع افتاد رو وتر، وتر رو دو قسمت کرد. ارتفاع به توان دو مساویه بی هاش ضرب در سی هاش. با تالس اثبات میشه، با مثلثات اثبات میشه، با فیثاغورس اثبات میشه. آهاش به توان دو مساوی بی هاش ضرب سی هاش. با مثلثات اثباتش خیلی قشنگه، اما خب گفتم هفته بعد کنکوره، فضای ما فضای اثبات نیست. آهاش به توان دو مساوی بی هاش ضرب سی هاش. خب اینجا نگاه کنید بچه‌ها، بیایم اینجا در این مثلث قائم الزاویه، قائمه، خودش گفته ارتفاع وارد بر وتر آهاش. یه نکته دیگه هم بهتون بگم ضلع آبی به توان دو ضرب دو تا پاره خطه، یکی خود وتر. بچه ها این ضلع سایه‌ای که رو وتر میندازه به اندازه بهاشه، پاره خط بهاش. یه بار دیگه، هر ضلع قائم به توان دو، بچه ها مثلث قائم الزاویه دو تا ضلع قائم داره، آبی آسی. آبی به توان دو مساویه ضرب
آ بی به تواند ضربه وتر بی سی زب داره سایه‌ای که این رو وتر میندازه بی هاش. خب آقای فتی چرا این زل رو نگفتی؟ آسیب توان دو، آسیب توان دو مساوی ضرب وتر زل قائم، زل قائم به توان دو، آسی قائمه به توان دو مساوی ضربه وتر بی سی زب داره. خب بچه سایه این زل بر وتر چی میشه؟ سی هاش. این زل رو وتر سایش میشه سی هاش، این زل رو وتر سایش میشه بی هاش. اینا روابط طولی بسیار مهم. بله حالا برگردیم اینجا، سال قبلی که نمیشه با این حرکت چون اصلا بحث نیم سازه. بچه بیاییم اینجا، الان چی میخواد؟ از من دی پی رو میخواد، ایکس از من دی پی، دی پی رو میخواد، اینو میخواد از من. بچه ها وتر چیه؟ توی مثلث قائم الزاویه، توی مثلث قائم الزاویه وتر چیه؟ از اینجا تا اینجا چیه؟ یه سه یه نه میشه دوازده. البته اینم سه، اینم سه دیگه، چون دقیقا من اومدم ارتفاع رسم کردم. خب حالا خوب گوش کنی، با توجه به اون نکته که گفتم، هر ضلع قائم به توان دو، هر ضلع قائم به توان دو، ایکس رو میخوای قائم به توان دو مساوی ضرب دو تا چیز، وتر سایه این ضلع بر وتر، سایه این ضلع بر وتر چی میشه؟ سه. بچه ها دوازده تا سه تا میشه سی و شیش تا، ایکس به دست میاد شیش. بچه ها یه بار دیگه بریم، یه بار دیگه بریم. الان از من ایکس رو میخواد، از اینجا تا اینجا رو میخواد. میگم بچه ها یه مثلث قائم، خودش گفته قائم، قائم الزاویه دارم. اندازه وترم چیه؟ اندازه وتر، اندازه وتر من دوازده، سه و نه میشه دوازده. ارتفاع رو رسم میکنم بچه ها، از اینجا تا اینجا، از اینجا تا اینجا همون پاره خط سه هستش، طول پاره خط سه. هر ضلع قائم به توان دو، ایکس به توان دو، ضرب دو تا چیزه، وتر دوازده، سایه این ضرب بر وتر سه. سه تا دوازده تا سی و شیش تا جذر شیش. بریم سوال بعدی. بچه ها چقدر ما همچین شکلایی رو توی کنکور دیدیم؟ چقدر؟ در مثلث قائم الزاویه با آی 90، با آی 90 در مثلث قائم الزاویه ارتفاع آهاش و میانه آم. بچه ها میانه، میانه یعنی چی؟ در جلسات قبلی گفتم میانه اسمش روشه، میانه، میان یعنی وسط دیگه، وسطه. خوب گوش کردی؟ میانه، وسط دیگه. خوب گوش کنید، اگر هاش تا بی، هاش تا بی برابر چار، بی هاش چار و سی هاش نو، سی هاش نو، خوب گوش کن، سی هاش نو هاش بی چار، خوب گوش کردی، هاش بی چار، مساحت این مثلث چیه؟ مساحت آ ام هاش. چقدر این تو کنکور اومده؟ مساحت مثلث قائم الزاویه آ ام هاش چیه؟ چقدر این تو کنکور اومده؟ نگاه کن، خوب گوش کن بچه ها، کل ضلع بی سی چقدر میشه؟ کل ضلع بی سی 9 و 4 میشه 13. میانه یعنی وسط، میانه. پس وسطه این میشه چی؟ 6 و نیم 13. خب این هم میشه 6 و نیم، از اینجا تا اینجا هم 6 و نیمه، پس بی ام هم 6 و نیمه، بی ام. خب 4 تاش بره میشه 2 و نیم. چقدر زیبا، 4 تاش بره شد 2 و نیم. کل وتر 4 و 9 13، میانه یعنی وسط 6 و نیم این ور، 6 و نیم اون ور، 4 تاش این وره 2 و نیم این وسط. موند ارتفاع، بیا اینجا، بیا اینجا، ارتفاع، ارتفاع، ارتفاع به توان دو میشه ضرب دو قطعه وتر، بی هاش سی هاش. ارتفاع، ارتفاع به توان دو بی هاش سی هاش. برو برگرد قبلیه، بعدی بعدی بعدی، بیا اینجا. حالا ارتفاع به توان دو، ارتفاع وارد بر وتر به توان دو مساویه ضرب دو قطعه وتر، یه قطعه از چهاره یه قطعه اش نهه. ارتفاع وارد بر وتر ضرب دو قطعه وتره، چهار نه، چهار نه تا سی و شیش تا، آهاش به دست میاد شیش، آهاش هم شیش.
چی میخوای؟ مساحت هاشور زده. خب بچه مساحت هاشور زده چی میشه؟ ارتفاع 6 ضرب داره قاعده 2.5 تقسیم بر 2 2 با 6 ساده میشه 3 3 تا 2.5 میشه 7.5 ارتفاع ضرب دو قصه جدا شده از وتره. یه بار دیگه میگیم بچه ها، هرگاه در مثلث قائم الزاویه، هرگاه در مثلث قائم الزاویه ارتفاع رو رسم کنی، ارتفاع در مثلث قائم الزاویه ارتفاع که رسم میشه به توان 2 میشه ضرب دو قطعه جدا شده، یه قطعش بی هاش، یه قطعش سی هاش. بریم سراغ سوال بعدی، سوال 19. قربونتون برم سجاد جان، قربونتون برم. صدای من که هستش دیگه، اوکیه دیگه. 5 تا سوال مونده، 5 تا سوال تموم میشه. سوال 19، انقدر این سوال اومده تو کنکور، انقدر این سوال اومده بچه ها، این سوال خیلی پرتکراره، خیلی. نگاه کنی سوال 19 رو، من 3 تا نکته در مورد زوزنقه مونده، 3 تا نکته رو میخوام بگم. هر زوزنقه تمام شد بچه، هرگاه در هر زوزنقه قطرها رو رسم کنیم، چقدر نکته گفتیم امروز در مورد زوزنقه، قطرها رو رسم کنیم، 3 تا نتیجه میشه گرفت. قطرها رو رسم کنیم، 1 2 3، 3 تا نتیجه، 3 تا نتیجه کلیدی. نتیجه 1، مثلث OAB با مثلث DOC متشابهه. این همون این شکل است، این زاویه با این زاویه برابره، این زاویه با این زاویه برابره، این هم که متقابل برسه، این همون شکل است. و خیلی مهمه، 1 مثلث OAB با مثلث ODC متشابهه. 2 بچه ها نکته دوم، بچه ها مساحت OAD برابر است با مساحت OBC، بهش میگن قضیه شپ پروانه، بالهای پروانه، این مثل بال پروانه میمونه، این مساحت با این مساحت برابره. خیلی ساده، 1 2 مثلث OAB با مثلث ODC متشابهن، 2 2 تا بالای کناری پروانه مساحت هاشون یکیه، مساحت این دو مثلث یکیه. و 3 که خیلی حرفه‌ایه بچه، اینا تو کنکور اومده بچه، اگر اینو بگیم S1، اینو بگیرم S2، اینو بگیرم S3، اینو بگیرم S4، S4 تا S دیگه، S1 S2 S3 S4، البته S1 با S3 برابره، S1 با S3 که برابره، هیچی، یه حالت ضرب دری وجود داره، S1 ضرب در S3 ضرب دری مساویه S2 ضرب در S4 ضرب دری، S1 ضرب در S3 مساویه S2 ضرب در S4، S1 ضرب در S3 S2 ضرب در S4 ضرب دری. پس یه بار دیگه میریم بچه ها، 3 تا نتیجه بسیار مهم رو میتونیم از این شکل بگیریم. وقتی قطرها در زوزنقه رسم بشه شما 3 تا نتیجه میگیرید، 1 2 مثلث بالا و پایینی متشابهن، 2 2 تا مثلث کناری هم مساحتن، S1 و S3 یکیه مساحتشون. نتیجه بعدی ضربدریه، S1 ضرب در S3، S2 ضرب در S4، حالت ضربدری. حالا بریم این سوال رو با این نکات حلش کنیم، سوال شماره 19 رو با این نکات حلش کنیم. قاعده بزرگ یک زوزنقه دو برابر قاعده کوچکتر آن است. این دو برابر اینه، مثلا این کا باشه، این دوتا کاه. خوب گوش کنید، قاعده بزرگ دو برابر قاعده کوچیکه،
مساحت کل زوزنقه، مساحت کل چند برابره؟ مساحت کل چند برابره مساحت مثلث سایه زده است؟ چند برابر مساحت مثلث سایه زده؟ حالا حالشو ببرید، حالا حالش خوب گوش کنید. میگم خب بچه ها، اولا این مثلث، خوب گوش کنید، این مثلث با این مثلث متشابهه. بله آقا، نسبت تشابه چیه؟ نسبت تشابه نسبت ضلع این کاه، ضلع این دو کاه، نسبت تشابه یک دومه. نسبت تشابه یک، یعنی این مثلث نصف این مثلثه، تمام اجزای طولیش نصفه. خب تا اینجا درست، چون گفته دو برابر. بچه در مثلث برای مساحت دو تا طول در هم ضرب، بچه دو تا طول در هم ضرب، مساحت یه طول ارتفاع، یه طول قاعده، یه طول ارتفاع، یه طول قاعده. برای همین نسبت تشابه مثلث در مساحت، در مساحت نسبت تشابه مساحت ها، یعنی اگر اس این مساحت این باشه، این اسپرین مساحت باشه، دو تا طول ها در هم ضرب میشه، میشه مربع نسبت تشابه. نسبت تشابه یک دومه، نسبت مساحت ها میشه یک چهارم. چرا یک چهارم؟ یعنی دو تا طول در هم ضرب شدن، ارتفاع قاعده، پس دو تا یک دوم در هم ضرب میشه، میشه یک چهارم. اینا حتما دیگه خوندید، بحث دورست الان، نه بحث اثبات. خب بریم جلو. پس نسبت تشابه در مساحت ها مربع نسبت تشابهه. اسپرین میشه 4S، اسپرین میشه 4S. خب بریم اسپرینو پاک کنم، اسپرین بذارم 4S، بذارم 4S. وای 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 وای، مگه نگفتی قضیه یه پروانه؟ مگه نگفتی این اسپرین باشه؟ یا مثلا حالا چون اسپرین دوباره استفاده شد، مگه نگفتی این اس یک باشه، اینم اس یکه؟ مگه نگفتی پروانه؟ بله آقای فتحی، ضرب داری مگه نرفتی گفتی اس یک در اس یک به توان دو، اس یک در اس یک به توان دو مساویه اس در چار اس؟ بله اینم ضرب داری، اس یک به توان دو، اس یک به توان دو، چار تا اس به توان دو، چار تا اس به توان دو، از اینجا اس یک مساوی است با دو اس. پس پاک کنید، به جای اس یک هم بذاریم دو اس، به جای اس یک هم بذاریم، وای چقدر قشنگ، دو اس، اینم دو اس. حالا برم ببینم چی میخواد. مساحت کل زوزنقه، مساحت کل زوزنقه یه اس، دو اس، چار اس، دو اس، دو و دو چار، چار و چار هشت با یک میشه نه اس. مساحت کل زوزنقه چند برابر مساحت مثلث؟ مساحت مثلث سایه زده میشه نه. این سه تا نکته‌ای گفتم استفاده شد. ضربدری، تشابه. سوال کنکور بوده. سوال بعدی سوال سنجش. در زوزنقه شکل مقابل، یه بار دیگه همه رو تو این میگم، همه رو دوباره تو این میگم، در زوزنقه شکل مقابل مساحت مثلث دی آ به برابر 6. بچه ها دی آ به مساحت 6. بچه ها دی آ به چگونه مساحتش به دست میاد؟ ارتفاع، ارتفاع ضرب در قاعده، تقسیم بر دو شده 6. مساحت مثلث دی آ به 6، دی آ به 6 ارتفاع ضرب در قاعده تقسیم بر 2. مساحت مثلث دی آ سی 12. دی آ سی چگونه به دست میاد؟ دی آ سی، دی آ سی 12، مساحتش 12. بچه‌ها مساحت این مثلث چگونه به دست میاد؟ دی آ سی 12. بگو ببینم، بگو ببینم. ارتفاع که اتفاقا با هاش یکیه، ارتفاع چون اینا فاصله هاشون یکی، ارتفاع در قاعده تقسیم بر 2 12. ارتفاع در قاعده تقسیم بر 2 12. خب اینا رو من پاک کنم، اضافیه. حالا این دوتا رو بر هم تقسیم کن، این دوتا رو بر هم تقسیم کن، تجربه شو دارم،
تجربه شو دارم. نگاه کنید بچه ها، خیلی زیباست، خیلی ساده است. هاش با هاش دو با دو میره، میشه نسبت قاعده آبی به دی سی مساوی یک دوم. بچه همین نتیجه رو میتونیم ذهنی بریم، حالا من نوشتم ولی ذهنی میتونیم بریم. قاعده آبی به دی سی یک دوم، یعنی دی سی دو برابر آبیه. دی سی دو برابر آبیه، مثلا این دو کاه این کاه، دی سی دو برابر آبیه، این نتیجهش. خب این سوال قبل، مساحت چی رو میخواد؟ مساحت قسمت رنگی رو میخواد. مساحت قسمت رنگی، مساحت قسمت رنگی، خوب گوش کنید. مساحت قسمت رنگی، خب خدا چی کار کنیم؟ نکاتی که گفتیم رو کجا بیاریم؟ خب اولا مگر شما نگفتید این اس باشه این اسپرین باشه؟ مگر شما نگفتید این دوتا متشابهن؟ بله. نسبت تشابهشون چیه؟ یک دوم، چون طول این یک این دوه، طول این یک این دوه، این کا این دو کا. پس بچه ها نسبت اس به اسپرین، نسبت اس به اسپرین میشه مربع نسبت تشابه، میشه یک چهارم. اگر طول زل یک دوم باشه، یعنی نسبت تشابه یک دوم باشه، ما برای نسبت تشابه مساحت ها مربع شدن نظر میگیریم، چون مساحت دو تا طول در همه. پس نتیجه اسپرین چهار تا اسه، اسپرین چهار تا اسه. من اسپریمو پاک میکنم میذارم 4 تا اس، عین سوال قبلی 4 تا اس. تا اینجا درست؟ درست. اینم اس 1 بگم، چون حالت شبه پروانه وجود داره با این اس 1 برابره، اس 1 با اس 1 برابره. خب عزیز من برو حالت ضربدری، برو اس 1 در اس 1، اس 1 به توان 2 میشه اس در 4 اس، S در 4S. S 1 به توان 2 مساوی 4 تا S به توان 2. پس S 1 شد 2 تا S. S 1 شد 2 تا S. پس S 1 رو پاک میکنم میذارم 2 تا S. S 1 رو پاک میکنم میذارم 2 تا S. خوب گوش کنید چقدر زیبا 2 تا S. پس مساحت قسمت رنگی 2 تا S. خب بچه ها مگر نگفته مساحت مثلث دی آبی شیشه؟ مگه نگفته مساحت دی آبی شیشه؟ الان این شیش دی آبی چی شیشه؟ یه اس و دو اس شیشه، دو اس، خوب سه اس ببخشید، یه اس و دو اس شیشه، یعنی سه اس شیشه. چقدر زیبا، این دو اس بود، این یه اس بود، یه اس، دو اس، سه اس، شیش اس میشه دو. شما چی میخواید؟ شما مساحت قسمت رنگی، قسمت رنگی چند تا اسه؟ دو تا اسه، اس هم که دوه میشه چهار. چقدر زیبا، پروانه رفتیم، نسبت تشابه رفتیم. ببین چقدر سه تا نکتهش دوباره تو این سوال، پس یه سوال دوباره تکرار شد. سال بعدیمون سال سنجش امسال بوده، سنجش امسال سال 21. گفته در این شکل سنجش، اونایی که دیدن حتما دقت کرده همچین سوالی بوده تو سنجش. در این شکل من میخوام تا آخر حل کنم، مساحت مثلث بی هاش سی، مثلث بی هاش سی نسبت به مساحت مستطیل A B C D، A B C D، مستطیل A B C D، مساحت مثلث B H C به مستطیل A B C D نسبتش رو میخوای. قشنگ نگاه کنی، سوال سنجش بوده، من میرم حلش میکنم. بله جامعه سنجش بوده، آفرین. خب اولا یه فیثاغورس ریز میزنم در مثلث آبی هاشون قائم است، یه فیثاغورس ریز میزنم به هاش به دست میاد.
15 به توان 2 مساوی 144 به توان 2 ببخشید 15 به توان 2 مساوی 12 به توان 2 به علاوه بهاش به توان 2 یه فیثاغورس ریز دادم این بیاد این ور میشه 81 مساوی بهاش به توان 2 بهاش میشه 9 بهاش شد 9 خوب گوش کن بهاش شد 9 یه فیثاغورس ریز دادم بهاش به دست اومد قدم به قدم بچه ارتفاع در قاعده ضرب میشه قاعده رو ندارم مگه نمیخوای مثلث بی هاش سی و مساحتش رو بری؟ بله خب من ندارم سی هاشو بچه ها نگاه کنید از نکته‌ای که گفتم ارتفاع به توان 2 مساوی ضرب دو قطعه جدا شده بر وتره یکی سی هاش یکی دوازده ارتفاع به توان 2 ارتفاع به توان 2 ضرب دو قطعه جدا شده از وتره سی هاش آهاش سی هاش آهاش ارتفاع به توان 2 از اینجا ساده کن 3 9 تا 27 اینم به 3 4 ساده کردم بچا به 3 ساده کردم سی هاش به دست اومد پس سی هاش شد 27 4 سی هاش شد 27 4 تمام آقا چرا تمام نگاه کن الان تو مساحت بی هاش سی و بلدی بی هاش سی میشه ارتفاع در قاعده تقسیم بر 2 یک دوم ارتفاع ضرب در قاعده خب آقای فتی مساحت مستطیل چی میشه مساحت مستطیل بچه ها میشه دو تا از این مثلث ها بچه ها مثلث آ دست من نگاه کن آ بی سی و بلدی آ بی سی مساحتش رو به دست بیار هرچی شد میشه دو تا چون دو تاست دیگه میشه دو تا دونه کی مساحت آ بی سی بچه ها مثلث آ بی سی مساحتش چی میشه یک دوم ارتفاع 9 ضرب در قاعده یه 12 داری یه 24 هفتم داری 27 چهارم داری 27 چهارم ببین چقدر راحت حتی من به خودم زحمت ندادم طول بی سی رو به دست بیارم که میتونم به دست بیارم چون یه فیثاغورس برم طول بی سی هم به دست میاد آخه چه کاری بی سی رو به دست بیاری من رفتم مساحت مثلث بی آ سی بی آ سی رو به دست آوردم دو برابر کردم مساحت بی آ سی همه رو بلدم ارتفاعش که 9 قاعدش هم دیگه 12 علاوه 27 4 تموم شد حالا دیگه ساده کنیم 2 با 1 دوم رفت 9 با 9 رفت 27 هشتم تا آخر میخوام برم نمیخوام ول کنم 27 هشتم 4 تا 12 تا میشه 48 تا به علاوه 27 4 دور در دور نزدیک در نزدیک 4 بره بالا با 8 ساده بشه میشه 27 دوم 7 و 8 15 75 میشه 27 به روی 150 به 3 بخش پذیره 9 50 به 3 بخش پذیره آره میشه گفتم مساحت مستطیل میشه یه فیثاغورس رفت این ضلع بی سی هم به دست آورد گفتم بچه ها آره میشه اما زحمت ندادیم چرا؟ چون این ارتفاع که داشتیم قاعدش هم که جمع 12 و 27 چهارمه دیگه زحمت ندادم برم اینو به دست بیارم چون مساحت مستطیل دو تا از این مثلث هست آ بی سی مساحتش با آ دی سی یکیه خیلی راحت تر شد دیگه یا کن چقدر راحت؟ من تا آخر دارم جوابا رو میرم سوال 22 سوال 22 نگاه کنید سراسری 1400 بوده سراسری 1400 نگاه کن سراسری سوال 1400 نگاه کن چقدر سوال قشنگی در شکل مقابل اندازه ایگرگ و ایکس رو به دست بیار ایگرگ و ایکس باشه
گفته اینم موازی اینه. تو رو خدا گوش کن. نگاه کن. هانیه. هی چقدر قشنگه. نگاه کن. نگاه کن. یه تالس برم جز به کل. چهار. چون قاعده بچه ها. چون بحث قاعده از قاعده. من باید تالس جز به کل برم. چون قاعده. قاعده. میگم چهار بروی. چهار بروی. چهار به علاوه ایگرگ یا ایگرگ به علاوه چهار. چهار بروی چهار به علاوه ایگرگ مساویه ایکس به علاوه یک بروی ایگرگ به علاوه ایکس به علاوه یک. خب یه لحظه منو گوش کن، یه لحظه منو گوش کن، یه لحظه یه نگاه کنی الان یه قانون میبینی. یه نگاه کن الان. ایگرگ 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 چهار چهار ایکس به علاوه یک ایکس به علاوه یک. همین الان چه نه ایگرگ ایگرگ چهار چهار ایکس به علاوه یک. پس حتما ایکس به علاوه یک چی بوده بچه ها؟ چهار بوده دیگه. x به علاوه 1 4 بوده. 4 4 پس x به علاوه 1 حتما 4 بوده. پس از اینجا x میشه 3. نگاه کن چه قانون قشنگی. y y 4 x به علاوه 1 4. پس الان x به علاوه 1 رو 4 بذارم میشه 4 به روی y به علاوه 4. پس x میشه 3. x شد 3. 2 3 تا 6 تا منهای مون y. الان x رو بذارم 3 دیگه. x رو بذارم 3. x رو بذارم 3. این چی میشه بچه ها؟ 2. 5 به نصف میشه 2. حالا فقط بچه ها فقط ایگرگ مونده. الان دیگه برای ایگرگ میتونی تالس جز به جز بزنی. بگو 4 به ایگرگ. چون فقط ایگرگ مونده دیگه. نیا کنید 4 به ایگرگ. ایگرگ 2 به 2. ایگرگ 2 به 2. چون فقط ایگرگ مونده دیگه. 4 به ایگرگ. ایگرگ 2 به 2. دو چهار تا هشت تا ایگرگ به توان سه ایگرگ میشه 2. ایگرگ 2 دو منهای 6. این هم سوال کنکور 1400. بله بله. سوال 23 بچه ها بروز بودن من رو نگاه کنید. بروز بودن من این سوال 23 قلمچی هفته قبل بوده. این قلمچی هفته قبل، آبی قلم هفته قبل، این سال این بروز دیگه. در مثلث قائم الزاویه A B C، در مثلث قائم الزاویه A B C پاره خط D E بر وتر B C، پاره خط این D E بر وتر خب فلان شده. طول D C رو میخواد. طول D C، D C این X رو میخواد. D C رو میخواد. یاد کنی خیلی راحت. اولا یه فیثاغورس بزن تو این مثلث قائم الزاویه. یه فیثاغورس بزن بی دی به دست بیاد. بچه ها دیگه بلدید دیگه. 10 8 اینم عدد فیثاغورس چی میشه؟ من یادم میره. بگید بگید بگید. 6 عدد فیثاغورس. 6 8 10. پس یه فیثاغورس دادیم شیشه به دست اومد. با فیثاغورس راحت به دست میاد. خب این 6 عدد فیثاغورس. خب بچه ها مثلث A B C، مثلث A B C متشابه است با مثلث E B D. آقا چرا متشابه؟ نگاه کن یه قائمه داره، اینم یه قائمه داره. خب اینو قائمه داره. این زاویه، این زاویه هم برای مثلث B ای دیه، همین زاویه برای مثلث آ بی سیه. پس سه زاویه برابر داره دیگه. یه قائمه، یه قائمه. این زاویه هم برای مثلث کوچیک است، این زاویه هم برای مثلث بزرگه. بزن زنگ و برو سراغ رابطه تشابه. خط کسری روبرو به قائمه من چیه؟ 10. در مثلث کوچیک روبرو به قائمه روبرو به قائمه من چیه؟ روبرو به قائمه من 6 علاوه x. در مثلث کوچیکه روبرو به b چیه؟ 8. در مثلث بزرگه روبرو به b، چون این زاویه برای هر دو مشترکه. در مثلث بزرگه روبرو به b چیه؟ 24. تمام x به دست میاد. نه یکیه، یکیه طاهره. 10 به روی 6 به علاوه x مساوی 1 سوم. 8 24. 6 به علاوه x مساوی 3 x دست میاد 24. اینم سوال قلمچی.
سوال قلمچی گزینه 3. بچه‌ها بریم سراغ آخرین سوال. بازم مثلثاتی آخریش روزه میخونن. یعنی ما آخرین سوال هم رسیده به مثلثات. آخرین سوال ما مثلثاته. بچه‌ها گوش کنید. نه از من ایکس رو خواسته بچه ها. ببین یکی از بچه ها سوال کرد، نگاه کن، من از من دی سی رو خواسته. دی سی یعنی همون ایکس دیگه، درسته؟ منم ایکس خودش به دست اومد 24، چون دی سی رو ما ایکس گرفته بودیم. خب بریم بچه ها سراغ سوال بعدی. من یکی از مشکلاتم اینه، ببینید ما دانش آموز تو این فضای آنلاین متاسفانه خب خیلی زیاد دیده شده. دانش آموز میاد، چون زیاد دیدم، میاد دانش آموز چیکار میکنه؟ میگه آقا ما استادمون گفته مثلا سینوس 40 درجه رو حدودی بگیر، اینم حدودی بگیرم. اصلا بچهای گلم، عزیزان من، بعدش گزینه‌ام هر کدوم حدودی بگیر یه چیز میشه دیگه. بچه‌ها این روش کاملا مبتنی بر شانسه. و شما چرا انقدر خودتون رو اذیت میکنید؟ به من میگن، نقدی که به من میشه اینه، میگن آقا شما فرمولهای مثلثاتی یادمون میره. میگم جدول ضرب مگه یادتون میره؟ مگه تو ابتدایی جدول ضرب و عددگذاری میکردی؟ سوم راهنمای، سوم ابتدایی چی شد جدول ضرب تو ذهنتون موند؟ میگی تکرار کردیم دیگه. الان 9-7 رو کسی نمیاد بشینه واقعا 7-9 تا رو با هم جمع کنه، یا 9-7 رو با هم جمع کنه، با انگوش حساب نمیکنه، یه دونه 9، یه دونه 9 18، یه دونه 9 27، یه دونه 9 36. کسی این کارو نمیکنه. انقدر تکرار شده، ملکه ذهن شده، طرف دیگه یادش گرفته، یاد گرفته 9-7-63 تا دیگه، اصلا ناخودآگاه میاد. یه نفر که راننده است، اولش برای سخت دنده 1 و 2 و 3 و 4، ولی وقتی که یه مقدار مسلط شد اصلا نمیفهمه کی از دنده 1 رفت 4، چون اصلا به طور ریتمیک میره، سرعت به یه جایی برسه دنده رو عوض میکنه، چون تو ذهنش دیگه ثبت شده. اینم مثلثات این همینه. البته بچه ها درستش اینه، ما اصولی، بچه ها ماها نظام خیلی قدیم هستیم، عرض کردم ما دهه 70 کنکور دادیم، اوایل دهه 70، 72 کنکور دادیم، 72-73، یعنی دقیقاً 30 سال پیش کنکور دادیم. آموزش هایی که به ما شد آموزش های نظام خیلی قدیم بود و ما ریاضی یاد گرفتیم، ریاضی یاد گرفتیم. من نمیفهمم مثلا اینو تو بخوای عدد گذاری کنی خیلی بیشتر زمان میبری تا وقتی خودش رو بخوای حل کنی. بریم بچه ها. بچه ها از فرمول هایی که استفاده میشه، سینوس دو آ دو سینوس آ کوسینوس آ، این یه فرمول مثل جدول ضرب. یه فرمول دیگه، یک به علاوه یک کوسینوس دو آ، دو تا کوسینوس دوی آ، 5 تا 15 تا، 5 تا 15 تا، سینوس دو آ دو سینوس آ کوسینوس آ. یادم نمیره. چرا؟ چون مسلط شده تو ذهنم، تثبیت شده تو ذهنم. سینوس دو آ دو سینوس آ کوسینوس آ. حالا نگاه کنید، خیلی ساده است. خط کسری، سینوس 40 دو سینوس 20 درجه کوسینوس 20 درجه، میاد اصلا خودش دو سینوس 20 کوسینوس 20. اینقدر ما سر کلاس با بچه‌ها کار می‌کنیم، اینقدر کار می‌کنیم، وقتی میپرسم میگم سینوس 40 دو سینوس 20 کوسینوس 20، همینطوری میاد ناخودآگاه تو ذهن بچه‌ها میاد. عین جدول ضرب، این جدول ضرب بلد باشید. ضرب داره کوسینوس 20. بریم تو مخرج. یک به علاوه کوسینوس 40، بچه‌ها یک، یک به علاوه کوسینوس 2، یک به علاوه کوسینوس 2 چی بود؟ دو تا کوسینوس 2 آ. یک به علاوه کوسینوس 40، دو تا کوسینوس 2 20. یک به علاوه کوسینوس 40، اگر این بشه 40، خب این میشه نصف 20. ضرب داره سینوس 10، ضرب داره سینوس 10. ادامه، 2 با 2 میره، کوسینوس 20 در کوسینوس 20 با کوسینوس به توان 2 20 میره، میمونه سینوس 20 درجه به روی سینوس 10 درجه، میاد سینوس 2 آ دو سینوس آ کوسینوس آ. نگاه کن، سینوس 2 آ دو سینوس آ کوسینوس آ به روی سینوس آ. سینوس 20 و سینوس 20 کوسینوس 20 به روی سینوس 10. سینوس 10 ها هم میرن، جواب میشه 2 تا کوسینوس 10.
آره هستیم، ما مسابقه میذاشیم برای اینا. و تمام قربونتون برم، خیلی لطف کردی. من چند تا نکته به شما میگم. همایش من وقتی که چند تا نکته یه درد دلی کنم برای شما، یه درد. وقتی من 15 ساعت همایش امتحان نهایی گذاشتم، 15 ساعت همایش امتحان نهایی، خوب گوش کنید، وقتی من 15 ساعت همایش امتحان نهایی رایگان گذاشتم، خیلی ها به من نقد کردن، گفتن آقا 15 ساعت کار ما رو خراب کردی، ما 3 ساعت 4 ساعت میذاریم تازه پولم میگیریم، تو 15 ساعت رایگان گذاشتی چرا این کارو میکنی؟ اومدن پشت سر من خیلی حرف و حدیث زدن که آقا اینا این 15 ساعت گذاشته دانش آموز رو جذب کنه برای همایش چی؟ کنکورش، اونجا میخواد پول بگیره. همه اینو به من گفتن، گفتن آقا این میخواد دانش آموز، این نه، این فتحی این کارو میکنه. خب من گفتم مثلا اعتقاد من امسال این بود، به جهت مسائلی که گفتم بچه‌های من اذیت شدن تو زمان کرونا، بچه‌های ایران واقعا اذیت شدن. من از اول گفتم همایش امتحان نهایی رو رایگان میگیرم. این حرف و حدیثا به گوش من رسید، منو خیلی اذیت کرد. یعنی از انگار من از بچه‌ها به عنوان یه ابزار استفاده کردم برای همایش جنبندی کنکور، خیلی منو اذیت کرد. گفتم بچه‌ها نیست همچین چیزی. به حالا اون حرفایی که پشت سر ما بود میزدن دیگه، میومدن تو بعضی موقع پیام ناشنا برای من میفرستادن که آقا مثلا تو گمان کردی زرنگی، تو این کارو کردی که بچه‌ها مثلا همایش امتحان کنکور تو بیان. من که 15 ساعت همایش امتحان نهایی گذاشتم، به جاش 25 ساعت تقریبا دو برابرش همایش کنکور گذاشتم، اونم رایگان گذاشتم. گفتم حالا چی میگی؟ و کاری کردم که دیگه حرف و حدیث نباشه، چون 25 ساعت گذاشتم. گفتن نشدنیه، دیدید شد، اینم آخرین لحظه همایش، دیدید شد و اینم آخرین لحظه همایش. ممنونتون هستم که با من بودید تا الان کنار هم این 25 ساعته رو لذت بردیم. سختی کشیدیم، من جزوه نوشتم، کار کردم، جلوی دوربین، جلوی نور، اما این که توی عزیزم، توی دختر من، توی پسر من، تو مثل بچه من میمونی، بری سر کنکور، یه دونه سوال بتونم کمکت کنم، یه دونه سوال از 184 تا سوال، یه دونه سوال تونسته باشم در کنکور کمکت کنم، از ته دل یه دعا کنی برای من کافیه، بگی انرژی مثبت به من بدی برای من کافیه. و من امسال این کارو کردم برای اینکه در آینده به خودم افتخار کنم که آقا من برای کرونا چیکار کردم. بگم آقا من 40 ساعت، 15 ساعت بالا به 25 ساعت، 40 ساعت همایش برای بچه‌ها گذاشتم. من حداقل بتونم به بچه خودم بگم. بگی بابا دوران کرونا چیکار کردی؟ رفتی یه هفته تو بیمارستانا موندی، پرستاری کردی؟ میگم نه بلد نبودم. پس چیکار کردی؟ 40 ساعت برای بچه‌های ایران همایش رایگان گذاشتم. و میتونم برای خودم وجدانم راحت باشه. بدون دغدغه‌هایی که متأسفانه تو فضای لجن کنکور هست، اینقدر این فضا مسمومه، بدون دغدغه، بدون حاشیه اومدی با هم دیگه کار کردیم و تو کنار من بودی که به من انرژی دادی. اینقدر پیام ها برای من خوب بود، اینقدر پیام ها برای من انرژیزا بود که تو به من، اگر واقعا این پیام ها نبود من نمیتونستم 25 ساعت بیام کنار شما بایستم. و اینقدر این پیام ها برای من انرژیزا بود، اینقدر انرژیزا اومده برای من گل آورده. به آقا روز آخر همایش این گل تقدیم شما. اینقدر لذت بخش بود، این گل انگار از طرف تک تک شماها برای من داده شده. این گل از طرف تک تک شما، انگار یه شاخه گل از طرف تک تک شما، اینقدر برای من لذت بخشه. یه پیامی که به من میدید. هدف ما اینه که روز کنکور شما یه دونه دعا از ته دل کنید. بچه‌ها تا روز کنکور من فراموشتون نمی‌کنم. از فردا بچه‌ها تک تک اون روزهای، خوب گوش کنید، تک تک روزهای منتهی به کنکور رو براتون مطالب علمی تو کانال میذارم، تست‌های دوره میذارم، تست‌های بررسی سوالا میذارم که تا خود کنکور انگار کنار شما هستم، تا اونجا که بتونم پیام هاتون رو جواب میدم. دیدید دیگه هر کسی پیام بده من جواب میدم، خیلی هم کلاس نمیذارم، نه من مخلص شما هستم. شاید سال اول تدریسم کلاس میذاشتم 25 سال پیش، اما الان دیگه کلاس نمیذارم. الان که سال اول، الان کلاس نمیذارم. سال اول میگفتیم ما فلانی، ما دانشگاه تهران، الان کلاس نمیذارم، مخلص شما هستم. تا
تک تک شما رو من میبوسم، دوستتون دارم، مخلص تک تماما من کنار شما هستم، هر سوالی هم داشته باشید تا اونجا که بتونم جواب میدم. سوال مشاوره در زمین ریاضی من در خدمت شما هستم، من کنار شما هستم تا روز کنکور. به احترام شماها، خوب گوش کنید، به احترام شما که کنکور دارید، ثبت نام کلاسامو شروع نمیکنم، از بعد از کنکور شروع میکنم. به احترام شما که کنکور دارید، ثبت نام کلاسامو از بعد از کنکور شما شروع میکنم. خیلی از بچه‌ها پیام دادن آقا می‌خوایم ثبت نام کنیم، بچه‌های دهم یازدهم بودن، گفتم به احترام بچه‌ها همیشه بعد از کنکور من ثبت ناممو شروع میکنم. بچه‌های کنکوری برای من در اولویتن، تا شب کنکور کنارتون هستم، دوستتون دارم. یک هفته بسیار بسیار خوبی کنار شما بودم، همتون رو دوست دارم، عین بچه‌های خودم و مخلص تک تک شما هستم، دوستتون دارم. به افتخار شما تعظیم می‌کنم. خدا نگهدار، خدا نگهدار، خدا نگهدار.